اطلاع یک دبیرخانه شورای ملی مقاومت شماره یک نیروهای ضربت و پلیس ضد شورش با لودر و ماشین آتش نشانی و آمبولانس آماده حمله به اشرف خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران روز گذشته در روم با صدور بیانیه ای اعلام کرد همزمان با قیام مردم ایران در برابر فاشیسم دینی ساکنان اشرف اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق به مقامات آمریکایی و عراقی اعلام کردند همچون سایر ایرانیان تبعیدی و داوطلب با شرایط مشخصی آماده و متقاضی بازگشت به میهنشان هستند اما نیروهای ویژه پلیس عراق از شب گذشته به آماده سازی برای حمله به اشرف و ورود قهرامیز به داخل آن که خواسته رژیم حراسان آخوندی برای سرکوب و محاصره هرچه بیشتر ساکنان اشرف است مبادرت کردند. نیروهای ضربت و واکنش سریع و پلیس ضد شورش از بامداد امروز در ورودی اشرف مستقر شده و آرایش حمله و تهاجم به خود گرفتند. آنها برای ورود قهرامیز به داخل قرارگاه تعدادی لودر و ماشینهای های آتش نشانی و آمبولانس به همراه آوردند. اکیپ و ستونهای جدید نیرو در حال انتقال به اشرف می باشد. کمیته پارلمانی ایران آزاد در پارلمان انگلستان از سوی اکثریت اعضای پارلمان و دویستن از اعضای مجلس اعیان و کمیته دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا کمیته نروژی دوستان ایران آزاد کمیته بین المللی ساخاروف در دانمارک و کمیته بین المللی در جستجوی عدالت که بیش از دو هزار را در اروپا و آمریکای شمالی در بر میگیرد در نامه های خود به پرزیدنت اوباما و مقامات آمریکایی و عراقی تصمیم دولت عراق برای حمله به اشرف و وارد کردن خشونت آمیز نیروهای پلیس به داخل کمپ را به شدت محکوم و خواستار ممانعت از آن شدند. این کمیته ها در نامه های خود با یادآوری مسئولیت ایالات متحده در مورد حفاظت ساکنان خلع اصلاح شده اشرف خاطر نشان کردند که سرکوب نیروی اصلی اپوزیسیون رژیم ایران در عراق خواسته خامنه ای دیکتاتور مذهبی است که در 28 فوریه از مقامات عراقی خواهان اجرای توافق دو جانبه برای سرکوب و اخراج ساکنان اشرف گردید. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران شش مرداد 1388 28 جوئیه 2009